سلام بچه ها، خوش اومدید به اپیزود 61 و نسخه 20 بهمن ماه 1401 موزیکای این هفته. برنامه‌ای که توش من نیما دیداب میرم سراغ موزیکایی که تو طول هفته منتشر شده، راجعشون حرف میزنم و سراغ کاتگوری یخ ولرم و داغ طبقه بندیشون میکنم. خب اول از همه این هفته من این خونه رو یه سال دیگه تمدید کردم، خیلی واسه خودم خبر خوشحال کننده ایه. من اگه بشناسید، که اگه اینجا این احتمالا میشناسید، آدمی هم که آرامش و ثبات واسه هم خیلی مهمه، کسی هم که تو زندگی روزمرم تلاش میکنم تا جایی که میتونم متغیرها رو حذف کنم که راحت‌تر زندگی کنم و بیشتر بهم خوش بگذره. ولی این هفته تونستم یه سال دیگه اینجا رو با قیمت تقریبا چند برابر تمدید کنم، خوشحالم. و جدا از اون، هفته خیلی خوبی واسه موسیقی فارسی بود. هفته‌ای بود که من توی اینکه موزیکا رو چه کاتگوری بذارم و نظر شکلی گرفتم راجع به موزیک چیه، به موضوعهای مختلفی توجه میکنم. خب یکی از مهمترین موضوعها اینه که اون آرتیست نسبت به صحنه‌ای که توش داره فعالیت میکنه چقدر پروگرشن داره، چقدر تلاش میکنه توی اثر هنری که تولید میکنه پروگرسیو باشه و چقدر رو به جلو داره حرکت میکنه. خب یکی از مهمترین عاملا چی اینه. اصولا چیزی که باعث میشه من با یه آرتیست یا خروجیهاش اونقدر حال نکنم، یک چنین چیزی درجا زدن و موندن توی اون متایی که صحنه واسه تعریف کرده. خب این هفته توی تاریخ، زمانی که من در موزیکای این هفته رو ضبط میکنم، بهترین هفته حداقل صحنه رپ فارسی بود. هفته‌ای بود که توش واسه اولین بار حداقل یه مجموعه زیادی صدا شنیدم که اون متا رو کنار گذاشته بودن و تلاش کرده بودن قدم رو به جلو بردارن توی صحنه و این واسه من خیلی ارزشمنده. لزوماً توی اون متا موندن و درجا زدن کار بدی نیست. نکنه شاید یه نفر داره اونجایی که یه فرمول مشخصی پیدا کرده و هی اونو تکرار میکنه و هی فیدبک خوب میگیره، خوش میگذره بهش و ترجیح میده اونجا بمونه، داره مثل یه اپراتور با موسیقی رفتار میکنه و این هم اوکیه. یه سری آدم اینجوری پول در میارن، یه سری آدم ها حتی اینجوری معروف تر میشن به نظر من، حتی واسه اینکه اگه هدفت شهرت بیشتر و بیشتر باشه، اتفاقا توی مرحله دیگه تکیه کردن به اون فرمولایی که تا الان به دست آوردی ایده منطقی هم هست حتی، ولی با سلیقه من صرفا سازگار نیست و به نظر من تو بلند مدت واسه صحنه هلسی نیست، واسه سلامتی صحنه خوب نیست تو بلند مدت به نظر من. و این هفته آدمای متعدد و متفاوتی رو داشتیم که از جهات مختلف اون پنجره متایی که صحنه واسه شون تعریف کرده رو شکوندن و پا فراتر گذاشتن و حالا میریم سراغشون. ولی موزیک بد و متوسط هم داشتیم که اول از همه طبق روال همیشه میریم سراغ کاتگوری یخ. ولی قبل از اون بچه‌ها، اگه منو میشناسید، من یه سری لایو استریم توی کانالم شروع کردم که تقریبا هر روز هفته پیش میرم، جز این روزایی که برنامه میدم بیرون، و با هم دیگه دوره هم نشستیم، اکثرشون پرایوت میشن، بعدش یه سریشون میمونن. کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو بزنید که نوتیفیکیشن لایو استریم ها واسهتون بیاد، خیلی خوش میگذره توشون و اینکه اونجا باشید. برنامه کانال از این به بعد اینه. و اینکه برید اسنادر رو با امین تیجی رو ببینید، به نظر خودم بهترین مصاحبه بود که تا الان تو اسنادر داشتیم و حقش خیلی بیشتر از ایناست. بعد از اون بریم سراغ کاتگوری یخ. قبل از اینکه بریم جلوتر، یه سریام که من این هفته آلبوم سولو جل منتشر شد، آلبوم مهمی هم بود و توی ویدیو جداگونه بهش میپردازم. توی موزیکای این هفته قرار نیست به سولو جل بپردازیم، ولی در کنار اون باید بریم سراغ ترک کنسل از علیرضا جی جی، اولین ترکی که این هفته تو کاتگوری یخ بهش میپردازیم. آهنگساز علیرضا جی جی، گیتار با هیراد نیکنام، میکس و مسترینگ با فرید ایمانی، وکال ادیشنال وکالز با شایان اشراقی و کاور آرت با شروین. الهام کاور آرت از آرت ورک مای بیوتیفول دارک تویستد فانتزی کانیه به نظر من خیلی مشهوده و چیزی نیست که تلاش حتی واسه قایم کردنش داشته باشیم. اون تایپوگرافی زیرو رو من به شخصه دوست ندارم، ولی به نظر میاد واسه فاصله گرفتن از اون نقطه الهام یه مقدار این کار اتفاق افتاده. یه ترکیبی از تیلوپی و دلایف پابلو مای بیوتیفول دارک تویستد فانتزیه. ولی جدا از همه اینا باید بریم سراغ ترک کنسل. این الهامی که از کانیه وست توی آرت بوک گرفته شده، توی شخصیت علیرضا جی جی و توی خروجیش توی این موزیک مسیری که پیش میگیره خیلی خودشو نشون میده. اون نارسیسیست بودن کانیه، اون بی رقیب دونستن خودش
و همه اینا وجوهی از شخصیتش که به نظر من تو این ترک توی علیرضا جیجی بیشتر از همیشه خودشو نشون میده. اعضای مختلف زدبازی تو طول این هفته به طور خاص سیجل و جیجی دیدیم که اومدن بیرون و راجب موضع‌گیریشون تو این مرحله از صحنه رپ فارسی تصمیم‌های متفاوتی گرفتن. برند زدبازی برندی بود که برندی هست که البته تقریبا به اندازه رپ فارسی عمر داره، به اندازه این صحنه عمر داره، تابو شکنی هایی کرده که شبیه بهش رو شاید تو تاریخ دیگه نتونیم ببینیم. در کنارش بعد از یه مدت طولانی یه هیلترن عجیب غریبی داشتن و بعد از محبوب ترین آرتیست هایی که توی کل این صحنه وجود دارن به یه مجموعه از منفورترین کاراکترها تبدیل شدن بعضی اعضا، و الان بعد از تقریبا فروپاشی اون برند به عنوان یک گروه میبینیم که هر کدوم از اعضا دارن کم کم میان بیرون و موضع گیری خاص خودشون رو نسبت به این موضوع دارن به نمایش میذارن. در دو طرف کنسل ما موضع گیری علیرضا جیجی رو میبینیم. موضع گیری عجیب غریبیه، میگم موضع گیری نارسیسیستیکیه بیشتر از هر چیز دیگه. موضع گیریه که توش علیرضا جیجی بیشتر از اینکه خودش رو بخواد تعریف بکنه که نسبت به این موضوع تو چه جایگاهی قرار داره، میگه که اصلا شما نباید به فکر این باشین، اصلا منو نباید تو این بحث بیارین. یعنی با این فاز وارد میشه که من انقدر خفنم اصلا این صحبت‌ها رو راجع به من نکنید. اصلا میچونی تو این فاز وارد داستان میشه. این بوسترس بودن علیرضا تو طول کریرش خودش نشون داده و اینجا بیشتر از همیشه خودش نشون میده. اون اعتماد به نفس اگزاجری که داره اینجا بیشتر از همیشه خودش نشون میده. و کنجکاوم بدونم اند گیم این استراتژی که واسه نشون دادن موضع‌گیریش پیش گرفته چیه. سیجل رو دیدیم تو طول این هفته که توی سولوجل اومده و تلاش کرده با شستن برندش و قرار دادن خودش پیش یه ست از آدمای جدید یه جورایی یه جهتگیری برخلاف مثلا ام جی و ویلسون و باقی اعضای زد بازی بگیره. و حالا موفق و ناموفق بودنش اگه بذاریم کنار، من به نظرم وقتی که یه برندی یه گروهی با یک چنین مشکل پیاری گسترده‌ای مواجه میشه، منطقی ترین کار اینه که حالا چه با هم خوبن چه با هم خوب نیستن دور یه میز قرار بگیرن این 5 نفر، یه متخصصی باشه که بتونه استراتژی پیار واسهشون بریزه، استراتژی روابط عمومی واسهشون بریزه، یه پیار کمپینی درست کنن و هر کدوم به اون اند گیمی که دوست دارن از یه طریقی برسن. ولی به نظر میاد هر کدوم از این افراد به طور جداگونه این کارو کردن، به طور جداگونه تصمیم خودشون رو گرفتن و استراتژی شخصی خودشون رو تلاش کردن پیش ببرن. و یه مقدار نزدیک بودن تایم ریلیز آلبوم سیجل و ترک کنسل از علیرضا جیجی به نظر من به هر دوشون صدمه زد و امیدوارم چجوری بگم هر هدفی دارن و هر مسیری که میخوان پیش برن یه مقدار با در نظر گرفتن متغیرهای بیشتری بهش بپردازن. پیار کمپینی که همه این اعضا پیش رو دارن، چه یه سری مثل جی جی و مثل ام جی و ویلسون با دبل داون کردن روی موضع گیریشون و منفور بودنشون، چه یه سری مثل جی جی هیدن و اگه اشتباه نکنم و سیجل با از جی جی تو این مسیر نمیشه، مثل سیجل واسه یه برعکس بودن اون داستان و تلاش کردن واسه یه فیس ترن داشتن. و اینکه همین به نظر من جذاب دنبال کردن این استوری لاین ها که هر کدوم چه مسیری رو میخوان پیش بگیرن. و بعد از اون میریم سراغ ترک پشت ابر از توهی و فرشید. توهی هم بعد از اون همکاری که با تتلو داشت و واکنش عجیب غریب تتلو نسبت به اتفاقای اخیر، به نظر میاد تلاش داره که موضع‌گیری خودش خیلی مشخص بکنه تو این ترک. یه ترکیه شبیه به چند ترک اخیری که از توی تو این مسیر شنیدین. فرشید یه آدمی که به نظر میاد صرفا یه سری آرتیستا واسه پرو که مثل عرفان مثل توهی واسه پر کردن کورسای ترکاشون و کامل کردن ترکا به سراغش میرن و اینکه کلا نان فاکتور این ترک تا اونجایی که من حداقل دستم میاد. خوشگم ببینم چه کسی این ترکو به نظرشون ترک خیلی خفنیه. و بعد از اون میریم سراغ دلیلش چیه. بعد از اون میریم سراغ کاتگوری ولرم که ولرم هم این هفته خلوتی رو تجربه کرد. توی ولرم اول از همه میریم سراغ ترک زمستون از هومان و آرون که از رادیو جوان منتشر شد و توش هومان و آرون رو میبینیم که دو نفرن که تقریبا یه مسیر رو دارن میرن ولی تو مرحله های مختلفی از کریرشونن و از اون نظر این همکاری به نظر من جذابه. آرون سن کمتری داره و نقطه شروع کریرش تقریبا و هومان تقریبا برند شکل گرفته ای داره و مسیر مشخصی رو داره پیش میگیره.
در مورد متا که صحبت کرده بودم، در مورد اون چارچوبی که صحنه واسه آرتیستا تعریف میکنه و پا فراتر گذاشتن ازش واسه من ارزشمنده. این ترک دقیقاً برعکس اون داستانه، نشون دهنده یه مسیر مشخص و تعریف شده یه که این آرتیستا تلاش دارن توش یه خروجی ترتمیز ارائه بدن و موفقم میشن. ترک زمستون یه ترک پاپی ترتمیزه که هومان و آرون هر کدوم پرفورمنس خوبی توش داشتن، ریپیتبله، احتمالا خیلی شنیده میشه، به شهرتشون کمک میکنه، تو کریرشون باعث پیشرفت میشه، ولی در مجموع چیزی نبود که بخوام من به عنوان اینکه واسه من اکس فاکتوری نشه که بخواد اینو جذاب بکنه واسه من، ایده جدید توش من نمیدیدم. و جدا از همه اینا یه اشاره زیادی حداقل آدمای دورور من به شباهت فلو هومان و آرون به فلو واه و فلو پوبون توی ترک واه از کچیویتس و لیتو و پوبون داشتن که شباهتش غیر قابل انکاره، شباهتیه که وجود داره توی ورسای هومان واران و فلوشون و اینکه و حتی قافیه هاشون و اینکه بعید میدونم این لول از الهام گرفتن اینقدر ارزش داشته باشه که راجعش حرف بزنیم. ببین چی میگم، من حتی فکر نکنم خود پوبونم الان اگه این ترک واسش پلی بکنی مشکلی با این داشته باشه که تأثیر گذاشته رو صحنه و یه سری آرتیست جوان‌تر ازش دارن الهام میگیرن. میدونی چی میگم؟ و خود هومان و آرون حتی اگه این حرفو بهشون بگی بعید میدونم بگن که نه ما اصلا اون ترک پوبونو تا حالا نشنیدیم یا اصلا هیچ تأثیری روی ترک نداشته. بدون شک پوبون یکی از آرتیستایی که تو این صحنه تاثیرگذاره، یکی از آرتیستایی که اگه نبود شاید ما الان نسل 5 رپ فارسی رو نداشتیم و یکی از آرتیستایی که جاجای صحنه میتونی بازتاب امضاهاشو ببینی و اینجا یکی از اون جاجاست. و بعد از اون میریم سراغ ترک به درک از فورتم با پروداکشن چیل امیر، میکس مسترینگ کوپا ایشون نکنم، آرت ورک ویلن فلیم و منیجمنت میترو. آرت ورک اولا که من خیلی دوستشم، چیزی بود که نظرمو جلب کرد. فورتم این هفته دو تا ترک دراپ داشت که به درک به نظر من به مراتب ترک بهتری بود و اینکه این ترک هم مثل ترک هومان آرون که صحبت کردم یه تکراری از اون متاییه که مردم به عنوان امضای نسل 5 میشناسن. خیلی الان روی این نکته تاکید دارن که ملودیک ترپ یا ملودیک رپ قرار چیزی باشه که رپ فارسی رو به دوش بکشونه آینده نزدیک و چیزی که بهش فکر میکنم وقتی دارن این حرفو میزنن یک چنین ترکیه. میدونی چی میگم؟ خیلی شبیه بهش هم زیاد شده و مسیر نسبتاً شلوغی شده. به نظر میاد یه مجموعه زیادی از آرتیستا با اون ایده موافقن و اون مسیر رو دارن پیش میگیرن و به نظر من همین اشباع شدنش قبل از ترکیدنش یکی از چیزایی میتونه باشه که باعث بشه که شکست بخوره تو مسیر. و بعد از اون میریم سراغ ترک ریبار از بهمن، یکی از شخصی ترین ترک هایی که من از ریبار تا حالا شنیدم و یکی از ترک هایی که ریبار به نظر میاد اوریانتر و بیپرده‌تر از همیشه داره خودش رو به نمایش میذاره، ولی در مجموع اگه بخوام از بالا نگاه کنیم و محتوای داستان کامل بذاریم کنار، بازم همون بحثی که همون لنزی که امروز داریم ازش نگاه میکنیم که لنز پروگرسیو بودن و فرار از متای رپ فارسیه، با اون اگه به این ترک نگاه بکنیم چیزی جز اون فرمول تست شده و جواب پس داده قرص رو نمیبینیم. میدونی چی میگم؟ یه فرمولی که سالها توی رپ فارسی دنبالش ششتن و بالاخره به بهترین شکل خودش رسید و میبینیم که جای جای صحنه داره تکرار میشه و این ترک، ترک ریبار هم به نظر من همون مسیر رو پیش میره، از فرمول های ساخته شده و جواب پس داده فضای رپ فارسی استفاده میکنه، حتی اگه این فرمول مال خودش باشه که ریبار کم کم مسیر خودش رو داره پیدا میکنه و امضای خودش رو تقریبا به همه شناسونده. و این ترک اگه ترک های دیگه ریبار رو شنیده باشید چیز منحصر به فردی واسه تون نخواهد، چیز جدیدی واسه ارائه به نظر من نداره، ولی ترک بدی نیست مثل ترک های دیگه که توی ولن بهش اشاره کردم، صرفا بابا سر قیمت نیست. ترک هومان و آرون پتانسیل خیلی هیت شدن هم داره، خیلی شنیده شدن هم داره، ولی میگم گفتم که دارم دقیقا از چه لنزی به موضوع اشاره میکنم. و بعد از این میریم سراغ یکی از شلوغترین هفته های کاتگوری داغ. خب بریم سراغ کاتگوری داغ، کاتگوری که این هفته خیلی شلوغه و اول از همه خواستم برم سراغ موزیکی که این لنزی که امروز داریم باهاش موزیکای این هفته رو بررسی میکنیم و به وجود آورد، موزیک لوسید دریم از پوبون، سینگل ترکی این هفته از پوبون منتشر شد و توش ما پوبونی رو دریافت کردیم که واسه فهمیدن ارزش این ترک باید یه چیزی رو در نظر بگیریم. پوبون یکی از معروف‌ترین آرتیستایی که موسیقی فارسی در حال حاضر تو خودش داره،
یکی از محبوب ترین آرتیست هاست، یکی از آرتیست هایی که جذاب ترین خروجی ها رو داره، هیت ترین ترک ها رو داره، تو مهمونی تا تو موقعی که شکستش که خوردی ترکاش پلی میشه. و این آدم میتونه تا آخر عمرش تیغ و قرمز و بینمون رو ریستراکچر کنه و دوباره بسازه و تا آخر عمرش با اون فرمول پول در بیاره، مشهور و مشهورتر بشه و پولدار و پولدارتر بشه. این آدم تصمیم میگیره که یهو بیاد کل صدایی که ازش مردم میشناسن رو تغییر بده و لوسید دریم رو بسازه، یه ترک درام اند بیس که اگه خود کامنت ها رو ببینید، فیدبک رو توی لایو من اگه بودید میدید و نظر کسایی که پوبون دوست دارن رو گوش بکنید، 100% این ترک جز ترک های مورد علاقه شون نیست، چون پوبون قدیمی نیست. اینکه پوبون به خودش اجازه میده از اون دایره امنیتش پا بیرون تر بذاره، متای صحنه رو بشکونه و ایده جدید وارد صحنه بکنه، واسه من خیلی ارزشمنده. پوبون توی یه مرحله از کریرشه که نه تنها نیازی به این کار نداره، نیازی به اضافه کردن امضا به خودش نداره، بلکه حتی ریسک بزرگیه، یعنی کسی پیشنهادم نمیکنه و کسی نمیخواد از پوبون اینو، ولی اینکه خودآگاه این کار رو میکنه و یک چنین خروجی رو به بازار ارائه میده که به نظر من میتونه نسل آینده پاپ فارسی رو حتی تحت تاثیر قرار بده، واسه صحنه خوبه، واسه کل آرتیستایی که موسیقی فارسی دارن فعالیت میکنن خوبه و نقطه الهام خیلی خوبی واسه آرتیستای جوانتره. یه چیزی که به نظر من رپ فارسی ازش خیلی رنج میبره همین درگیر اون متا شدن، درگیر فرمول برنده ها شدن، درگیر کپی کردن فرمول برنده دیگران شدن. بعد از اون میریم سراغ یه ترک دیگه که به نظر من دوباره همینطوری تونست یه قدم جدید و رو به جلو رو داشته باشه، این بار تو فضای رپ فارسی به طور خاص. ما ترک بلاک فریستایل از چرسی رو داشتیم با آهنگسازی وایجی و دوستی، ویدیو نیما زروانی. همینجا یه شاتاتی به نیما زروانی بدم. من نیما یکی از آدمایی بود که فکر کنم صرفا شانسی چون با سروش کار میکرد و اشکانم با اشکان سروش کار میکرد از اونجا میشناسمش، اسمش شنیدم و کاراش رو دیدم، یه کاری ریلیز شده، یه کار آندریلیزش، و اینکه الان به اینجا رسیده و خودش رو بدون شک به یکی از بهترین کارگردانای رپ فارسی تبدیل کرده، واسه من خیلی خوشاینده. دنبال کردن یک چنین آرتیستایی که مسیر آلترناتیوی رو پیش میگیرن و تلاش میکنن توش به یه موفقیتی برسن و کارشون رو به تمیزترین شکلی که بلدن انجام میدن و قدم به قدم بهتر و بهتر میشن، واسه من خیلی خوشاینده. یه شرطی به نیما زروانی بدیم، بریم فالوش بکنید توی اینستاگرام. به جدا از اون، ساوندینگر سندم زد، فوتوگرافر ای پی، کلوزینگ آدرز اکس، اسپیشنس و رایان ترپشیا، ای جواهریان و باربود. چرسی تو این ترک، نگو چرسی الان تو این مرحله مثل همون چیزی که راجع به پوبون گفتم، حالا چرسی تو لول مختلفی هست که لول متفاوتی از کریرشه، ولی چرسی هم اگه الان ایلگال رو دوباره بده بیرون، یعنی یه چیزی شبیه ایلگال بده یا یه چیزی شبیه هیت بده، یه چیزی شبیه ترپ بندری بده، 100% ویو خیلی بیشتری میگیره و طرفدارای خیلی بیشتری پیدا میکنه، چون اون آدمایی که کژوال چرسی رو دنبال میکنن دوست دارن یه ورژن جدیدی، یه تکراری از همون رو بشنون. ولی تو براک فریستایل چرسی ریسک میکنه و بیشتر از همه دوستی ریسک میکنه و یه دراملاین رو تست میکنه که واقعا جزوی از اون متای رپ فارسی نیست، یه دراملاینی که به گوش مخاطب رپ فارسی آشنا نیست و بدون شک یکی از اولین ریاکشن ها پس زدنش خواهد بود. مردم و جامعه ها و صحنه ها در مقابل تغییر ریاکشن خوبی نشون نمیدن، همه اولین ریاکشنشون لگد زدن به تغییر، مردم ثبات میخوان. ولی اینکه چرسی دوباره توش گشنگی دیده میشه، دوباره منو یاد چرسی دورانی میندازه که توی ترپ بندری داشت کار میکرد، روی ترپ بندری داشت کار میکرد، منو یاد دورانی میندازه که داشت گریلو میبست، موقعی که هنوز شور آزمایش کردن توش بود، موقعی که به طور خاص توی بندر عباس بود، موقعی که اوج نقطه عطف کریرش بود به نظر من. و اینجا دوستی هم دقیقا تو همون مرحله از کریرش با چرسی اتصال پیدا میکنه و یک چنین خروجی میتونن با هم دیگه به وجود بیارن، یه خروجی که من هرچی بیشتر گوش دادم بیشتر واسم جذاب شد و جا افتاد، یه خروجی که شاید تو گوش دادن اول اونقدر منو نگرفت ولی هرچی بیشتر گوش دادم بیشتر واسم تهنشین شد و توصیه میکنم این ترک چرسی هم گوش بکنید. این هفته راستی ترک پیشنهادی یه دونه نداریم، همه یه ترک ها انقدر خفنن، خیلی دوست دارم برین گوش بکنید، نظرتون بهم بگید. بعد از اون میریم سراغ ترک عمران از دورچی. من هم نیاز به تعریف کردن داشته باشه دورچی دیگه تو این مرحله، کسی که از زمانش جلوتره نسبت به صحنه جلوتره و روی بیت ترای فریز لید روی دنیل تیلور با کارگردانی بهترین کارگردان تاریخ خاورمیانه فرشاد فور لایف
پروژکت منیجر آردا، ساوند انجینیر اشکان کاگان و آرتور سینت رحمانی. تنها کسیه دورچی که میتونه این تیم آلستار رو داره هم جمع بکنه و یک چنین پروژه‌ای با این کیفیت ببنده. من چون خودم مثلا نصف نیمه دست می‌کشم سر اصلا پروژه واسم عزیزه و احتمالاً یه سوگیری نسبت بهش دارم، یه دیسکلیمر اینجا بگم، ولی در ضمن یکی از نسبت خروجی های دیگه دورچی شاید اونقدر عام پسند نباشه. من خودم تو اولین گوش دادنم به نظرم دونت از بیرون که نگاه میکنی قرار مخاطب های چی میگه قشر جامعه تری از مخاطبا رو به سمت خودش بکشه نسبت به عمران، ولی عمران یکی از خروجی های مورد علاقه شخص منه. و بعد از اون میریم سراغ ترک هیتمن از سجا شاهی، یه جورایی ضربت دو ادامه ضربت انگار، من چی میگم، همون فلو، همون تایپ بیت با اکسس کلیر بیت با میکسینگ روحی، آرت ورک علیکو و کارگردانی علی هیزا که بهترین موزیک ویدیوشه به نظر من تا الان. و سجاد اگریسیو، سجاد داره توی مسیری پیش میره که هر چی به نظر میاد توی فضای رپاسی جلوتر میایم داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه. یه آرتیستی که انقدر هاردکور اگریسیو و روی امضای منحصر به فرد خودش باشه و مسیر جذابیه، همین کم بودنش توی امروز رپ فارسی به نظر من سجاد منحصر به فرد میکنه و خروجی بصری که داره، اکت منحصر به فردش، تصویرسازی قوی که توی لیریکاش داره، همه خروجی متفاوتی و نسبت به اون چیزی که از گنگستر رپ فارسی انتظار دارید به وجود میاره. و بعد از اون میریم سراغ آخرین ترکی تو کاتگوری داغ، میریم سراغش و یه ترکی که میخوام ازتون خواهش کنم برید موزیک ویدیوشو ببینید. به نظر من یکی از بهترین موزیک ویدیوهایی که تو رپ فارسی من تا حالا دیدم. ترک غرق از محمد و امیجی با کارگردانی و ادیت کشکش یا استا که از لیبل کلاود بویز منتشر شده. اولا که آرت ورک کار بی‌نظیر، سلیقه بصری بچه‌ها بی‌نظیره و کشکش کارگردانی که نمیدونم از کجا یهو سر و کلش پیدا شده، ولی وقتی موزیک ویدیو با این کیفیت واسه یه چنین موزیکی درست میکنی به نظر من خودتو یه بار و واسه همیشه ثابت کردی. کشکش اسمشو 100% بیشتر میشه. من نمیشناسمش و اینستام حتی فالو ندارمش، میرم فالو میکنم بعد برنامه، ولی دارم میگم این حجم از سلیقه تو رپ فارسی چی میگن ممنوع اصلا. و تو این ترک به طور خاص محمد خیلی میگاد، محمد کروسش ورسش خیلی خفنه و امیجم که شیمی خیلی خوبی با محمد داره اینجا کارو تموم میکنه و غرق و به نظر من به یکی از داغ‌ترین ترک های هفته تبدیل میکنه. ویو غرق خیلی خیلی کمتر از حقشه، ویو هیتمن سجاشایی هم همینطور. برید به ویدیوها عشق بدید، لینک ها همه توی کامنت هست، از اونجا میتونید پلتفرم اصلی آرتیست برید و اونجا موزیکا گوش بکنید، این کارو بکنید. و اینکه دوستتون دارم، عشق منید، میبینمتون. بر بر کول به نظر رسیدن چیز عجیبیه بچه‌ها، آدما همش دارن تلاش میکنن کول به نظر برسن، من عینک دارم واسه اینکه کول به نظر برسم. ببین چی میگم، توی مسابقه بی‌نهایت کول به نظر رسیدن کلاوتو که جلوت میندازه نمیدونم